نمایندگان 175 کشور جهان با میانجیگری برنامه محیط زیست سازمان ملل نشستی را حول کاهش خطرات استفاده از پلاستیک در شهر پاریس فرانسه آغاز کردند. این مذاکرات در دومین دور پنجگانه خود با هدف دستیابی به یک معاهده قانونی الزام آور تا سال 2024 برای تصویب در سال 2025 صورت می‌پذیرد. انتظار می رود تا زمان جمعبندی مذاکرات در روز جمعه نمایندگان 175 کشور بتوانند به توافق بر سر روی کردی برای کاهش میزان زباله های پلاستیکی انباشته شده در اقیانوسها و اکوسیستم های جهان نزدیک شوند اعتلافی متشکل از 55 کشور جهان از جمله فرانسه و سایر کشورهای اتحادیه اروپا خواهان ممنوعیت پلاستیک های غیر ضروری مانند لیوانها و ظروف یک بار مصرف و نیز محدودیت استفاده از مواد آسیب رسان به انسان یا محیط زیست در پلاستیک هستند. سازمان ملل متحد پیش از این مذاکرات هشدار داده بود که نباید برای کاهش آلودگی پلاستیک وقت تلف شود. فعالان محیط زیستی نگرانند که بدون محدودیت‌های های الزام آور برای همه کشورها اولین معاهده ی آلودگی پلاستیکی در جهان ممکن است با موانع مشابه توافقنامه تغییرات آب و هوایی پاریس در سال 2015 مواجه شود بر اساس گزارش سازمان ملل تعهدات آب و هوایی پاریس به دلیل الزام آور نبودن آن برای همگان به خوبی رعایت نشده است